در پی بارش بارانهای سنگین و وقوع سیل در روسیه دست کم 70 شهروند کشته و هزاران ساختمان مسکونی ویران شد. از سوی دیگر به گفته سخنگوی متصدی خط لوله ترانس نفت، بارگیری نفت از بزرگترین بندر دریای سیاه متوقف شده است. یکی از شهروندان شهر گلنژیک میگوید ما ملک و املاکمان را از دست دادیم، هر چه که رویش سرمایه گذاری کرده بودیم از دست رفت و پیش از همه این یک شوک بود، یک خودرو در آن سوی غرق شده، همه چیز ویران شده است. فرماندار کراسنودار اعلام کرده است که طی 70 سال گذشته چنین حادثه‌ای در این منطقه بی سابقه بوده است. منطقه کراسنودار در نزدیکی دریای سیاه واقع است. مدیر اداره وزارت فوریت‌های امدادی در منطقه کراسنودار میگوید ما سخت‌ترین شرایط را در شهر کریسمک داریم. یک سوم خانه‌ها را آب گرفته. 20 دستگاه خودروی آتش‌نشانی و امداد در حال حاضر به آنجا اعزام شده است. همینطور یک تیم نجات از کووالیووکا نیز به این شهر خواهد رسید. قرار است 2 فروند هواپیما و 3 فروند هلیکوپتر نیز از مسکو برایمان اعزام شود. سیل از روز جمعه جاری شد و میزان آن در طول شب افزایش یافت. در پی این رویداد شماری از شهروندان که در خانه خود در خواب به سر می‌بردند غرق شده و جان باختند.